بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر نمعین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین. در این برنامه به بررسی نظام و تشکیلات اداری فرقه ضاله بهائیت می‌پردازیم. اونها که بهائیت رو یکی مثل یکی از احزاب سیاسی معرفی می‌کنند، واقعا باید گفت که سخنی به گزاف نگفتند. تشکیلات اداری بهائیت درست مانند یک سازمان سیاسی به کنترل اعضا و نیروهای طرفدار خودش می‌پردازه و در فرصت‌های مناسب به بهره برداری از عناصر خودش مشغوله. ساختار تشکیلات بهائیت بسیار پیچیده و مبتنی بر اطاعت بیچون و چرا و تأکید بر اطاعت و پیروی محض است. نقض به عنوان مهمترین گناه در بهائیت به شمار میره و این گناه اتهام کسی است که سر از فرامین تشکیلات برتابد و این گناه مجازات بسیار سختی رو در پی دارد. عبدالبها در لوح عمومی آمریکا می نویسد: جمال مبارک در جمیع الواح و رسائل احبای ثابت را از مجالست و معاشرت ناقضان عهد من فرمود که نفسی نزدیکی به آنان نکند، زیرا نفسشان مانند سم ثعبان میماند، فوراً هلاک میکند. این در گنجینه حدود احکام صفحه 450 است و این خودش روشن کننده ماهیت استبدادی ضد دموکراسی و معارض با آزادی در تشکیلات فرقه ضاله بهائیت. بهائیان معتقدند که بر اساس کتاب اقدس ام الکتاب فرقه ضاله بهائیت، بهائیت باید به صورت تشکیلاتی و سازمانی اداره بشه. البته این یک ادعای گزاف بیشتر نیست. کتاب اقدس به هیچ وجه ناظر به یک تشکیلات جهانی نیست. در کتاب اقدس تنها از بیوت عدل محلی سخن به میان آمده و منشأ این تشکیلات الواح وصایای عبدالبهاست، نه نوشتجات حسین علی نوری. و در الواح وصایای عبدالبها در واقع بیت العدل اعظم مورد توجه قرار میگیره. البته عبدالبها بنا به گفته خودش حق تشریع نداره و وقتی که حق تشریع نداره، این چیزی که امروز به عنوان بیت العدل اعظم در جهان مشغول فعالیت هست یک چیز نامشروع به حساب میاد، چرا که اون چیزی که حسین علی نوری گفته بود بیت العدل محلی بود که در هر شهر یک بیت العدل تشکیل بشه. این چیزی که امروز هست یک بیت العدل اعظم جهانی است. پس اگر ما بر فرض محال حقانیتی برای حسین علی نوری قائل باشیم، این بیت العدلی که امروز در جریان هست نامشروعه و غلطه. از جهت دیگر عبدالبها حق تشریع نداشت که بیاد بیت العدل اعظم رو ترتیب بده، فلذا بیت العدلی که امروز وجود داره حیثیت شرعی بر اساس کتاب اقدس ندارد، تنها نامی رو استعاره از اون حکم دارد. هیئتی مرکب از 9 نفر سرپرستی این فرقه رو در بیت العدل به عهده دارند. میرزا حسین علی در کتاب اقدس دستور تشکیل بیت العدل‌های محلی رو صادر کرده و می نویسد: قد کتب الله علی کل مدینه ان یجعل فیها بیت عدل و یجتمع فیها النفوس علی عدد البها. خداوند مقرر کرد تا در هر شهری بیت عدلی تأسیس شود و افرادی به تعداد عدد بها، یعنی عدد 9، در آن جمع شوند. در توقیع مورخ سوم شهرالبهاء 23 مارس درباره علت تأسیس بیت العدل و اعلام وظایف و حدود اختیارات اعضای او میگه: امور ملت معلق است به رجال بیت عدل الهی، چون که هر روز را امری و هر حین را حکمی مقتضی، لذا امور به وزرای بیت عدل راجع تا آنچرا که مصلحت وقت دانند معمول دارند. ایشان ملهمند به الهامات غیبی الهی، بر کل اطاعت لازم. امور سیاسی کل راجع است به بیت العدل و عبادات به ما انزله الله فی الکتاب.
بیت العدل مسئولیت امور روحانی و اداری جامعه بهائیت رو به عهده گرفته و حفظ اماکن و املاک بهائی در عکا و حیفا رو هم به عهده داره. این تشکل از سوی بنیانگذار این فرقه به عنوان نهادی با توانایی تشریع در امور غیر عبادی تعیین شده است. بهاءالله به بیت العدل اختیار داده برای مطالبی که کتب و آثار بهایی ذکر اونها رو ندارن قوانینی وضع بکنه. این مجمع از 9 نفر تشکیل شده که هر 5 سال یک بار از سوی جمعی اعضای محافل ملی بهایان جهان انتخاب میشن. البته به ضرورت و صلاح دید ممکنه تعدادشون افزایش پیدا بکنه، اما کاسته نخواهد شد و تعداد بایستی حتما در حداقل 9 نفر باشه. نکته بسیار جالب این است که در بیت العدل علارغم ادعای تساوی حقوق زن و مرد در بهائیت، زنها حق عضویت در بیت العدل رو ندارند و این ناقض ادعای تساوی است که بهائیت برای خودش اعلام کرده. واحدهای سازمانی بیت العدل از دار و تبلیغ بین‌المللی شروع میشه و به هیئت‌ها و لجنه‌های محلی ختم میشه. بالاترین مرجع تصمیم گیری بیت العدل و دار و تبلیغ بین‌المللی هم در این زمینه فعال هست. واحدهای دارالآثار، هیئت مهاجران، دفتر بین‌المللی، دارالآثار با شرح وظایف مخصوص به خودشون به طور مستقیم زیر نظر بیت العدل به انجام وظایفشون مشغولند. افزون بر محافل ملی و محلی، هیئت‌ها، لجنه‌ها از دیگر واحدهای سازمانی بیت العدلند که زیر نظر محافل ملی و محلی و متناسب با نیازها و ضرورت‌های ملی و منطقه‌ای بهایان تأسیس میشن. هر هیئت و لجنه در حوزه تعریف شده فعالیت میکنه و در واقع ملموس‌ترین واحد سازمانی برای آحاد بهایی هیئت‌ها و لجنه‌ها و محافل محلی‌اند. این واحدها بر کلیه فعالیت‌های اجتماعی، فردی و احوال شخصی بهایان نظارت و اشراف کامل دارن. نخستین انتخابات بیت العدل اعظم در سال 1963 و انتخابات پایانی در سال 2008 برگزار شده. محل بیت العدل اعظم در شهر حیفا بر فراز کوه کرمل قرار داره. بهایان معتقدند که بهاءالله در سال 1890، 60 سال پیش از ایجاد دولت اسرائیل، در این محل که امپراتوری عثمانی وی را به اونجا تبعید کرده بود، این مکان را برای استقرار مراکز اداری و روحانی انتخاب کرد. تشکیل بیت العدل فصل جدیدی در تاریخ بهائیت. نخستین حاکم بر نهاد رهبری بهائی در شهر حیفا شخص بهاءالله بود و پس از او پسر ارشدش عباس افندی این مسئولیت را به عهده گرفت که بهائی‌ها به او میگن مرکز میثاق و سوی خودش ملقب به عبدالبها بود. ایشون بر اریکه قدرت تکیه زد و البته قرار بود که بعد از عبدالبها برادرش محمد علی افندی ریاست فرقه را به عهده بگیره، اما اختلافات شدیدی بین دو برابر اتفاق افتاد که منجر به تکفیر و تفسیق برادران از سوی یکدیگر شد و این اتفاق نیفتاد و محمد علی از خلافت عباس خلع شد و به علت اینکه عبدالبها هم خودش فاقد فرزند ذکور بود و فرزند ذکورش در جوانی از دست رفته بود، نوه دختری شوقی افندی به عنوان ولی امرالله رهبری فرقه را عهده‌دار شد و تمام الواح و احکام به دست همینها صادر و به بهایان جهان ارسال میشد. اما بعد از اینکه شوقی افندی درگذشت، سازمان بین‌المللی ایادیان با کنار زدن میسن ریمی رئیس هیئت بین‌المللی بهایی که از سوی شوقی هم به لقب پرزیدنت مفتخر بود، به عنوان جنین بیت العدل به رتق و فتق و امور بهایان جهان مشغول بود. از سال 1963 که بیت العدل اعظم تشکیل شد، دیگه نه ایادیان امرالله وظیفه‌ای در این قبال نداشتن و اولین بیت العدل هدایت بهایان رو به عهده گرفت. طبق گفته‌های بهاءالله و عبدالبها، قوانینی که بیت العدل اعظم تشریع میکنه همون اعتبار و صلاحیت آثار اونها رو داره، با این تفاوت که بیت العدل اعظم مختاره، چون مقتضیات زمان ایجاب کنه اون چیزی رو که خودش تشریع کرده تعدیل بکنه یا لغو کنه.
ولی قوانینی که در آثار بها و عبدالبها وجود داره قابل تغییر نیست. عبدالبها میگه هر امری که در آثار رهبران نخستین بهایی نباشد درباره بیت العدل عمومی است و آنچه به اتفاق یا با اکثریت آرای اعضای بیت العدل تحقق یابد همان حق و مراد الله است. البته بیت العدل وظایفی هم داره. وظایف بیت العدل عبارت است از تفسیر متون و آثار بهاءالله عبدالبها شوقی و توضیح مسائل مبهم، تشریع قوانین و احکام غیر منصوص به مقتضای زمان، اداری امور پیروان در سراسر دنیا، ایجاد مؤسسات تبلیغی و اعلان و انتشار و تبلیغ بهائیت و ترویج مصالح بهائیان و همچنین سرکوب اختلافات به وجود آمده در جامعه بهائی. یکی دیگر از واحدهای فرقه ضاله بهائیت هیئت مشاوران قاره است که به عنوان یکی از واحدهای وابسته به دار تبلیغ در قالب قاره های آسیا، اروپا، آمریکا، آفریقا و اقیانوسیه از طریق هیئت‌ها مدیریت محافل ملی کشورها را بر عهده داره. این هیئت افزون بر مدیریت محافل ملی کشورها دو وظیفه عمده صیانت از تشکیلات جامعه بهایی و تبلیغ و نشر مرام بهایت را نیز عهده داره. از دیگر واحدهای بیت العدل میشه به محفل روحانی ملی و محلی اشاره کرد که محفل ملی در واقع بهایان هر منطقه از کشور که تعداد بهایاش به حد نصاب 9 نفر برسند ملزمند که یک محفل محلی برپا بکنند و از میان اعضای محافل محلی اعضای به اصطلاح محفل روحانی ملی هم انتخاب میشن. محفل روحانی ملی در واقع رابط جامعه بهایی هر کشوری با بیت العدل. اعضای محافل ملی محلی بایستی حتما 9 نفر باشند مانند بیت العدل و همین 9 نفرها هم اعضای بیت العدل رو در واقع انتخاب میکنند. البته اینکه نخستین محفل روحانی در کجا تشکیل شده کاملا واضح نیست، اما بعد از اینکه کتاب اقدس به ایران اومد و این حکم بیت العدل خصوصی در اونجا دستور داده شده بود، عده از بهایان آمدن و در سال 1294 یعنی 1877 میلادی تشکیل شد که 3 سال بعدش یعنی در سال 1888 به صورت رسمی تری در اومد. این مجمع انتخابی نبود و اعضای دیگری هم با آن اضافه شدند. عبدالبها در سال 1115 قمری دستور داد که ایادی امرالله محفل روحانی مرکزی تهران را تشکیل بدن. نخستین مجمع شورای بهایان آمریکا در کنوش و ویسکونسین یا نیویورک تشکیل شد. بنابراین محفل روحانی بهایان عشق‌آباد که سابقهش برمیگرده به سال 1313 یا 1895 شاید نخستین محفل روحانی در جهان بهایی به شمار بیاد. اما صرف نظر از بیان کسالت آور تشکیلات بهایی بایستی به یک نکته دقت کرد که یکی از معضلات لاینحل فرقه بهایی بحران مشروعیت این فرقه است که بیت العدل امروز با این معضل روبروست. بیت العدل به عنوان مهمترین و والاترین نهاد مذهبی بعد از مرگ شوقی به وجود اومده. امروز بعد از حدود گذشته 50 سال این تشکیلات عریض و طویل جز توجیهات فاقد ارزش پاسخی برای یاران خیدی برای مخالفاش نداشته و البته همه مخالفین بیت العدل از مخالفین بهائیت نیستند. بسیاری از مخالفین بیت العدل از بهائیان به اصطلاح از بهائیان و از معتقدان به بهاءالله هستند. عبدالبها در پایان عمرش یک کتابی نوشته که اثری رو منتشر کرد تحت عنوان الواح وصایا که برای رهبری و ریاست بهائیان قرار تازه ای داشت. ایشون اومد سلسله ولایت امرالله رو تأسیس کرد و در این الواح مدعی شد که اولیای امر بهایی 24 نفرند. وی نوشت در هر دوری اوصیا و اصفیا 12 نفر بودند. در ایام حضرت یعقوب 12 پسر بودند. در ایام حضرت موسی 12 نقیب رؤسای اسباط بودند.
در ایام حضرت مسیح 12 حواری بودند و در ایام حضرت محمد 12 امام، ولیکن در این ظهور اعظم 24 نفر هستند، دو برابر جمیع، زیرا عظمت این ظهور چنین اقتضا نماید. اینو در کتاب مفاوضات صفحه 46، 45 و 46 ذکر میکنه. آنان یکی پس از دیگری خواهند آمد و هر یک باید جانشین خود را تعیین نماید. ایشان روشن کننده آثار بهایی و مرجع مطاع همگانی و رئیس دائمی مجلس بیت العدل هستند. این عین عبارت عباس افندی در الواح وصایا است که در کتاب نظری اجمالی در دیانت بهایی صفحه 66 ذکر شده. دستور عبدالبها اینه: ولی امرالله رئیس مقدس این مجلس و عضو ممتاز لاین ازل و اگر در اجتماعات به ذات حاضر نشود نایب و وکیلی تعیین فرماید. این بیت عدل مصدر تشریع است و حکومت قوه تنفیذ. تشریع باید مؤید تنفیذ گردد و تنفیذ باید ظهیر و معین تشریع شود. اما بعد از اینکه شوقی افندی مرد، علی‌رغم وعده عبدالبها مبنی بر اولیاء امر 24 گانه، جامعه بهایی فاقد یک رهبر از نسل بهاءالله شد و بخش عمده بهاییان با توجه به نفوذی که ایادیان امرالله بر اونها داشتند، بدون توجه به اهمیت ولی امر در نظام اداری امرالله، رهبری بیت العدل بدون ولی امر را به راحتی پذیرفتند. در حالی که بنا به نظر شوقی بیت العدل بدون وجود ولی امر سازمان فلجی حساب میشه. ایشون مینویسه: مؤسسات سگانه الواح مبارک وصایا ولی امرالله مبین آیات الله است. بیت عدل قانونگذار است و ایادی امرالله از راه تحقیق و نمونه بودن زندگی و منش خود به تدریس و تبلیغ میپردازند. چنانچه یکی از این مؤسسات از فعالیت باز ماند، نظم اداری امرالله فلج خواهد شد. بهایانی امروز وجود دارند تحت عنوان بهایان ارتدوکس که اینها بیت العدل حیفا رو بیت العدل بدلی میخونند و او رو فاقد مشروعیت بیان میکنن. اصلی ترین دلیلشون برای این ادعایی که دارن که بهایت رو غیر مشروع میدونند، نبود ولی امر مسئول از خطا در رأس بیت العدل. بیت العدل به صورت کاملا غیر قانونی وظایف ولی امر رو بر بهایان اعمال میکنه و با ابزار قرون وسطایی رای هر راه هر گونه انتقاد رو بر خودش بسته. بیت العدل مبارزه وسیع رو با بهایان ارتدوکس آغاز کرده و اما جامعه بهایان ارتدوکس با نصوص و متون انکار ناپذیر، بیپایگی و لرزان بودن بنیان بیت العدل رو آشکار کردن. ناگفته نمونه که بهایان ارتدوکس با اینکه بیت العدل رو به سمت نابودی هدایت میکنند، اما بایستی گفت که خودشون هم در چنبره توهمات باقی هستند و منتظر وعده‌های دروغین عبدالبها نشستند. در وبسایت بهایان ارتدوکس ایران اومده در حال حاضر که نزدیک به زمان نزول کتاب مستطاب اقدس است، احکام آن هنوز به طور کامل اجرا نمی شود و احکام جدید مورد ندارد. لحاظا بیت عدل عمومی یا بیت عدل اعظم حقیقی در آینده در میقات معین بنا به اراده الهی منطبق با مفاد الله و سایه حضرت عبدالبها تشکیل خواهد شد. که این هم حاکی از ذهن بیمار بهایان ارتدوکس داره که همچنان منتظرند تا بیت العدل مفهوم عبدالبها براشون به ثمر بنشینه و برای اونها مثمر فایده باشه. خب این بخش از بحث ما هم به اتمام رسید. در رابطه با تشکیلات بهائیت مطالبی که لازم بود به استحضار شما عزیزان رسید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.